اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم از ادامه بحران شیوع ویروس کرونا در گوشه و کنار جهان. دونالد ترامپ به منظور کمک به مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا یک بسته محرک‌های اقتصادی به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار را امضا کرده. بزرگترین مجموعه محرک اقتصادی در تاریخ آمریکا. همزمان در ایتالیا آمار تلفات روزانه رکورد جدیدی ثبت کرده. 919 مرگ در 24 ساعت. در ایران در حالی که آمار شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به بیش از 32,000 نفر رسیده، از دیروز طرح محدودیت تردد مسافرت به اجرا گذاشته شده. دولت افغانستان هم برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از امروز شنبه در کابل محدودیت تردد وضع کرده. فعلا مشروع خبرها از محمد صباحی. درود و روزتان خوش. کرونا همچنان در جهان قربانی می‌گیرد و با مرگ بیش از 900 نفر در روز گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایتالیا به بیش از 9000 تن رسید. در فرانسه هم شمار قربانیان به رقم 2000 نفر نزدیک شده. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا از مرز 100,000 نفر گذشته و این کشور را در صدر کشورهای مبتلا به بیماری کووید 19 و بالاتر از ایتالیا و چین نشانده. در همین حال کنگره آمریکا بزرگترین بسته مشوقهای مالی تاریخ را برای رویارویی با پیامدهای بحران شیوع ویروس کرونا تصویب کرد. این بسته شامل حدود 2,200 میلیارد دلار کمک مالی است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد جهانی را به رکودی به بدی حداقل بحران مالی 12 سال پیش کشانده. خبرهای جهان را از بی بی سی فارسی می‌شنوید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که شمار مبتلایان کرونا در این کشور از 32,000 نفر گذشته و آمار کل درگذشتگان هم به 2,378 نفر رسیده. این در حالی است که محدودیت تردد بین شهرها و استانهای ایران، ممنوعیت حضور در بوستانها و مراسم جمعی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از روز گذشته در این کشور به اجرا گذاشته شده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان هم به 106 نفر و قربانیانش به 3 نفر رسیده. دولت افغانستان برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از امروز شنبه در کابل محدودیت تردد وضع کرده و تمامی ادارات دولتی را برای حداقل 3 هفته تعطیل کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان امروز تصویب کرد از شما با نهایت احترام تقاضا می نمایم که محفل عروسی برگزار نکنید. در جنازه و فاتحه بیش از 2 نفر اشتراک نکنید. با امامهای عمومی نروید. با پارکها و محلات تفریحی نروید. مسابقات ورزشی برگزار نکنید. از سرویس‌های شهری استفاده نکنید. به زیارتگاه‌ها نروید. با اینکه ویروس کرونا خبرهای دیگر را به سایه برده، ولی روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی خبر داده که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال تهیه طرح نظامی برای نابودی کتایب حزب الله، گروه شبه نظامی شیعه عراق مورد حمایت ایران بوده است. اطلاعات بیشتر از همکارمان امیر پیام. آنطور که نیویورک تایمز نوشته، رابرت پی رایت، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، پس از دریافت دستور پنتاگون برای تهیه نقشه چنین عملیاتی، در نامه‌ای که هفته گذشته به واشنگتن فرستاده، هشدار داده چنین طرحی ممکن است به جنگ تمام عیار با ایران بیانجامد و همچنین به لحاظ لوجستیکی آمریکا باید 1,000 سرباز دیگر را تنها به همین منظور به عراق اعزام کند. این روزنامه پیشتر از تلاش مایک پومپئو برای حمله به نیروهای نظامی ایران در پاسخ به حملات مرگبار اخیر به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق هم نوشته بود. و گربه در بلژیک هم ویروس کرونا را از صاحبش گرفت و دچار تنگی نفس شده. سلام و صبح بخیر به چشم‌انداز بامدادی شنبه 9 فروردین برابر با 28 مارس خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به منظور کمک به مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا یک بسته محرک‌های اقتصادی به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار را امضا کرده که بزرگترین مجموعه محرک اقتصادی در تاریخ آمریکاست. این اقدام دولت آمریکا برای کمک به اقتصاد آن کشور در حالی صورت می‌گیرد که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 100,000 نفر رسیده که از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است و میلیون‌ها آمریکایی هم شغل خود را در نتیجه این بحران از دست دادند. همزمان در ایتالیا، کشوری که در اروپا بیش از همه تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته، آمار تلفات روزانه رکوردی جدید ثبت کرده. 919 مرگ در طی 24 ساعت.
در همین حال سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که کمبود تجهیزات شخصی برای حفاظت در برابر ویروس به یکی از موانع اصلی در راه تلاش برای کاهش تلفات ناشی از کووید 19 بیماری ناشی از ویروس کرونا تبدیل شده است. مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. روز جمعه دومین روزی بود که آمریکا بیشترین تعداد مبتلا به ویروس کرونا را در میان کشورهای جهان داشت. حالا تعداد مبتلایان تایید شده در آمریکا از 100,000 نفر گذشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه سرانجام بزرگترین بسته محرک اقتصادی برای مقابله با تبعات گسترش ویروس کرونا را امضا کرد. این مجموعه از تدابیر اقتصادی قرار است به خانواده‌ها و صاحبان تجارت‌های کوچک در این کشور برای گذر از دشواری‌های اقتصادی پاندمی کرونا کمک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این قانون با فعال کردن قانون تولید ملی برای دفاع از کشور از شرکت جنرال موتور خواست به طور ویژه دستگاه تنفس مصنوعی تولید کند. این قانون به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد از بخش خصوصی کشور بخواهد به منظور دفاع از کشور اقلام مورد نظر او را تولید کنند. ایتالیا روز جمعه با 969 قربانی بالاترین تعداد تلفات در یک روز را میان تمام کشورهای جهان داشت. مجموع قربانیان ویروس کرونا در این کشور حالا از 9000 نفر فراتر رفته. در اسپانیا دومین کانون بزرگ عفونت در اروپا تعداد جان باختگان کرونا به سرعت به 5000 نفر نزدیک می شود. اسپانیا هم مثل ایتالیا به شدت از بیماری کرونا آسیب دیده و وضعیت اضطراری در این کشور تا 12 آوریل یعنی حدود 20 روز دیگر تمدید شده. با افزایش سریع تعداد مبتلایان در ترکیه هم این کشور برای مهار گسترش ویروس تمام پروازهای بین‌المللی‌اش را لغو کرده. آفریقای جنوبی که حالا کانون ویروس کرونا در قاره آفریقاست به بخش بزرگی از 59 میلیون شهروندش دستور داده برای 3 هفته در خانه بمانند. بیشترین تعداد مبتلایان در این قاره را بعد از آفریقای جنوبی مصر دارد. چین که خود در ابتدا کانون ویروس کرونا در جهان بوده با رسیدن به ثبات نسبی در تعداد مبتلایان از امروز ورود شهروندان خارجی به این کشور را ممنوع کرده است حتی اگر ویزا و یا اجازه اقامت داشته باشند. ووهان کانون اولیه ویروس در جهان هنوز در وضعیت قرنطینه و محدودیت شدید است اما به گفته گزارشگران باقی بخش‌های کشور آرام آرام در حال بازگشت به وضع نسبتاً عادی هستند. با این همه برخی اخبار حاکی از بروز عفونت ثانویه در مبتلایان بهبود یافته از کرونا در ووهان است که نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده. رادیو ملی آمریکا NPR که با برخی از این مبتلایان صحبت کرده گزارش داده بر اساس اطلاعات منتشر شده در مراکز قرنطینه ووهان که بیماران بهبود یافته از کرونا را برای نظارت بیشتر نگهداری می‌کنند بین 5-10% از مبتلایان بهبود یافته دوباره به ویروس کرونا مبتلا شدند. این عده عوارض بیماری را از خود نشان نمی دهند اما هنوز ناقل ویروس کرونا هستند. به گزارش این رادیو، عفونت ثانویه در این عده پس از آن ظاهر شده که مبتلایان بعد از آزمایش عاری از ویروس کرونا شناخته شده بودند. مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می داد. اما برای صحبت بیشتر در مورد این تحولات تازه در ارتباط مستقیم هستیم با محمد جوان امان متخصص میکروب شناسی که از واشنگتن آمریکا به برنامه ما ملحق شدند. آقای امان خیلی خوش آمدید. در ایتالیا که بیش از هر کشور دیگری در اروپا تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته آمار مرگ ناشی از این ویروس الان به بیش از 900 نفر در 24 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده ولی در مناطق شمالی این کشور شاهد کمترین افزایش روزانه در موارد جدید ابتلا بودیم. با توجه به این نواسان‌هایی که در آمار دیده میشه کی میشه فهمید که به نقطه اوج رسیدیم و شرایط به ثبات و بهبود رسیده؟ اون پیشبینیش البته خیلی مشکله ولی این آماری که از ایتالیا میاد و افزایشی که میبینیم بیشتر ناشی از افزایش تعداد بیماران مبتلا به کرونا در منطقه جنوب ایتالیا هست و علت این که کرونا داره در جنوب ایتالیا گسترش پیدا میکنه در واقع یک بی‌تدبیری مسئولین بود. اینها حدود 2-3 هفته پیش که اعلام کردند که شهرهای شمالی رو قرنطینه میکنن و اجازه مسافرت نمیدن، به جایی که برن این کار رو در همزمان در تمام شمال ایتالیا انجام بدن،
اول اعلام کردن، ساعتش هم اعلام کردن حدود نمیدونم 8 ساعت بعد یا چند ساعت بعد از اون زمانی که اعلام شد این شهرها بسته میشه. این باعث شد که یک موج بزرگی از افرادی که نگران بودن از اینکه توی منطقه‌ای قرار دارن که ویروس کرونا درش داره گسترش پیدا میکنه، شروع کردن به سمت جنوب مسافرت کردن و خیلی از اینها ویروس رو در واقع به خودشون بردن به جنوب. و مشکل دوم اینجاست که شمال ایتالیا خیلی پیشرفته‌تر از جنوب ایتالیا هست. سیستم بهداشت عمومی در جنوب ایتالیا خیلی ضعیف‌تر از شمال و به همین دلیل در جنوب با سرعت بیشتری حتی رشد خواهد کرد. و این احتمالاً به خاطر همین بی‌تدبیری ما شاهد این خواهیم بودش که در هفته‌های آینده تعداد موارد در ایتالیا باز هم همین رشد تصاعدی خودش رو ادامه بده و شاید به چند صد هزار نفر برسه. واقعاً این تجربه‌ای که در ایتالیا داشته نشون دهنده اینه که سیاست‌گذاری درست تا چه حد مهمه. یک تصمیم‌های خیلی ساده‌ای که ممکنه به نظر پیش پا افتاده بیاد میتونه یه سرنوشت خیلی آدم ها رو عوض بکنه و از این جهت این یه چیزی که باید بقیه جاها درس بگیره. خب آقای امان، حالا اگر به ایران نگاه کنیم، ایران و ایتالیا مدت ها از نظر آمار مبتلایان یک رقابت شانه به شانه داشتن و بعد از چین و کره در جایگاه سوم و چهارم بودن. چطور هست که حدود ظرف یک هفته در حالی که ایتالیا روند صعودی خودش رو با شتاب ادامه داده و آمریکا و اسپانیا هم می‌بینیم به بالای جدول اومدن، ایران به نظر میاد که اون روند پرشتاب ایتالیا رو دنبال نکرده، اون هم در حالی که تشدید منع رفت و آمد تازه شروع شده در ایران؟ بله، آماری که شما در ایران میبینید در واقع به نظر من به خاطر کمبود تعداد تست و زیرساختایی که لازمه برای اینکه جمعیت بزرگی آزمایش بشن، این آمار واقعی نیستش. البته این که میگیم آمار واقعی نیست در واقع نباید به این معنی گذاشته بشه که اون مسئولینی که دارن تست میکنن، اون افرادی که توی این آزمایشگاه ایران هستن یا اینکه کادر درمانی داره کوتاهی میکنه، نه، تست بنزه کافی نیستش. اتفاقا ما اگر تو 5 روز گذشته نگاه بکنیم به آمار ایران، به سرعت در حال افزایشه. در عرض 5 روز این یک دفعه سر این منحنی که همه دنبال این هستن که به پایین خمش کنن، تو ایران داره به سمت بالا خم میشه و این ناشی از این هستش که اخیراً تعداد تست‌ها رو زیاد کردن. خود وزیر بهداشت در اول این هفته گفتن که ما داریم تعداد تست‌ها رو زیاد می‌کنیم و به همین دلیل منتظر زیاد شدن تعداد باشیم و دقیقاً همون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم. در چه ایران تا زمانی که شروع نکنه به طور وسیع تست کردن، زیاد به اون اعداد نمیشه اتکا کرد. ولی ایران هم این مشکل عدم قرنطینه مناسب و در زمان مناسب رو داره، درست مثل ایتالیا، ولی از ایتالیا به نظر من حتی بدتر، چون که به نظر میادش که خیلی ها هنوز دارن تو ایران مسافرت میکنن و این مسئله خیلی خطرناکه. این ما باید بفهمیم که این که ما خودمون رو دلخوش کنیم که این مسئله مال 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته هستش، این اشتباه هست. بله خب آقای امان، حالا رفت و آمد هم، من رفت و آمد هم به هر حال از دیروز در ایران به اجرا در اومده که حالا تاثیرش رو باید ببینیم، ولی این موضوع تست که شما روش انگشت گذاشتید یک چیزی است که سازمان بهداشت جهانی هم بارها در مورد اهمیتش تاکید کرده. در بعضی کشورها می‌بینیم تست به صورت گسترده است و در بعضی کشورها خیلی کمتر، و به نظر میاد که یکی از چالش‌ها تهیه این تست هاست. وزارت اسپانیا، بهداشت اسپانیا مثلا 9000 تا کیت از چین گفته یک شرکت اسپانیایی وارد کرده که همه خراب بودن. ممکنه کمی در مورد این تست ها توضیح بدین و اینکه چرا تهیهشون مشکل اینقدر برای بعضی کشورها؟ ببینید، خود تست از نظر تکنولوژی خیلی چیز پیچیده ای نیستش و یک بر اساس تکنولوژی هست که سال هاست که وجود داشته و آزمایش شده، ولی مهمترین مسئله کنترل کیفیت هست برای تست ها، چون تست میتونه نتیجه های مثبت کاذب یا منفی کاذب داشته باشه که اگر که اینا درصد مثبت کاذب و منفی کاذبش بالا باشه، یه مقدار ارزشش رو از دست میده. و من در مورد اون تستایی که از چین رفته به اسپانیا نمیدونم، ولی میدونم که حداقل تستایی که شرکت روش، شرکت سیفید درست کردن، اینها تستای نسبتاً قابل اعتمادی هست. ولی واقعیتش اینه که الان نیاز به این تست‌ها اونقدر زیاد هست که خیلی کشورها مشکل دارن که این تست‌ها رو به دست بیارن. من برای همین معتقد هستم که
برای کشتی همه این کشورها باید شروع کنن خودشون به درست کردن این تستا و اینا از نظر تکنولوژیک و عملی هست، ممکنه به خوبی مثلا تست روش نباشه، ولی به هر حال ایران هم توی آزمایشگاه خودش میتونه کار بکنه روی به اصطلاح راه اندازی این تستا. چون ما الان مسئلهمون ممکنه 10,000 20,000 نفر باشه، یک ماه دیگه دو ماه دیگه ما با 200,000 نفر 300,000 نفر ممکنه به 1,000,000 2,000,000 هم برسه. این چیزی نیستش که ما بتونیم منتظر بشیم که شرکت‌های خارجی برامون درست بکنن. خود مسئولین باید اقدام کنن، مسئولین بهداشتی، و این تستا رو در خود کشور راه بندازن. ممنون از شما محمد جواد امان، متخصص میکروب شناسی که از واشنگتن آمریکا با ما صحبت می‌کردند. اما در ایران بر اساس آمار دولت شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به بیش از 32,000 نفر رسیده. همزمان از دیروز طرح محدودیت تردد و مسافرت در ایران به اجرا گذاشته شده. بر اساس این طرح کسی نباید به مسافرت برود و مسافران هم باید هر چه زودتر به محل سکونت خود بازگردند. متخلفان 500,000 تومان جریمه می شوند و ماشینشان هم به مدت یک ماه توقیف می شود. در همین حال وزارت کشور فهرست مشاغلی را اعلام کرده که باید در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تعطیل باشند. مهدی بیگی گزارش می دهد. شدن هنوز تو روستا نداریم. میگوید روستای مارکده کرونا ندارد. خبر خوبی است. اما کرونا و بیماری کووید 19 در بسیاری از شهرهای ایران همچنان قربانی میگیرد. بیماری کووید 19 در سراسر کشور مطابق آخرین گزارش طبق تازه ترین آمار مقام های ایران با جهشی 3,000 نفری تعداد کل مبتلایان به 32,332 نفر رسید. 144 نفر دیگر هم فوت کردند و تعداد کل قربانیان به 2,378 نفر رسید. 11,133 نفر هم تا کنون بهبود پیدا کردند. هرچند به نظر عده‌ای دیر شده، اما طرح فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 سرانجام در ایران اجرا شد. طرحی پنج بخشی که عمدتاً شامل محدودیت‌های مسافرتی و کاری است. وزارت کشور فهرست مشاغل مجاز و غیر مجاز برای فعالیت در زمان اجرای این طرح را منتشر کرد. فهرستی نسبتاً طولانی. بسیاری از فروشگاه‌های مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد پروتئینی و بازارهای میوه و تره بار و مراکز بهداشتی و درمانی باز خواهند بود. اما به عنوان مثال، بعضی از مشاغل دیگری که نباید تعطیل شوند اینها هستند: مراکز تهیه غذای بیرون بر، جایگاه‌های سوخت، مراکز تعمیر و تأسیسات فنی خودرو و منازل، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها. و اینها هم بعضی مشاغلی هستند که باید تعطیل شوند. مراکز خرید مثل پاساژ ها، تالارهای پذیرایی، آموزشگاه ها، فروشگاه های پوشاک و قنادی ها. بیکاری حوصله خیلی ها را سر می برد. فکر بیرون رفتن و مسافرت مثل خوره به جان آدم می افتد. البته اگر پول و مرکبش باشد. اما تیمور حسینی رئیس پلیس کشور می گوید فکر سفر را از سر بیرون کنید. این امکان وجود نداره که هموطن عزیزی بخواد سفری رو آغاز کنه. در ورود اما قضیه در واقع کمی متفاوت هست، به این شکل که هموطنی که به هر شکل به نقطه غیر از محل سکونت خودش مراجعه کرده، بدون اینکه حق ورود به شهر طول مسیر رو داشته باشه، میتونه به منزل و موطن خودش برگرده. به گفته آقای حسینی، به خاطر زیاد بودن تردد کاری، ساکنان استانهای تهران و کرج فعلا می توانند بین این دو استان تردد کنند. محل سکونت را از روی کارت ملی، پلاک خودرو و بیمه نامه شناسایی می کنند. برخی گزارش ها هم حاکی است که در بعضی از شهرها ساکنان بومی پیش از ایست و بازرسی ها پلاک ماشین هایشان را به مسافران اجاره می دهند تا بتوانند به شهرها وارد و یا از آنها خارج شوند. پدیده ای که هفته گذشته رئیس پلیس راهور استان فارس هم به آن اشاره کرد و گفت این کار جرم بزرگی است و مجازات دارد. در این میان پلیس فضای مجازی ایران فتا کارگروه ویژه‌ای را برای رصد و کنترل مطالب منتشر شده مرتبط با کرونا در شبکه‌های اجتماعی تشکیل داده.
به گفته فتا تاکنون حدود 1000 مورد هم شناسایی شده و بیش از 300 پرونده قضایی هم تشکیل شده. تعطیلات ادامه دارد و 13 بدر هم در راه است. سازمان جنگل‌ها اعلام کرده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 تمام پارک‌های جنگلی را تعطیل کرده. سال نوتون مبارک. همچنان از مردم خواسته می‌شود که در خانه‌ها بمانند و خودشان را سرگرم کنند. به نظر می‌رسد بازار نانپزی در قرنطینه این روزها داغ است. مهدی بیگی گزارش می‌داد. اما نظر شما در مورد تدابیر وضع شده در ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا چیست؟ در مورد محدودیت‌های وضع شده در مورد تردد و سفر چه فکر می‌کنید و چقدر به مفید بودن و اجرا شدن این تدابیر خوشبین هستید؟ نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. بی بی سی شما در تلگرام و یا پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و حالا توجهتون رو به چند خبر کوتاه دیگر از ایران جلب کنم. گروهی از برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند که رهبران حکومت ایران در اقدام برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کوتاهی کردند. 21 برنده جایزه نوبل که در میان آنها برخی از چهره‌های برجسته فیزیک، شیمی و زیست شناسی جهان هم دیده می‌شوند، از جمله نوشتند که دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران در این باره پنهانکاری کرده و جلوی جریان آزاد اطلاعات حیاتی را درباره شیوع ویروس کرونا گرفته است. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس گفته که در برخی از گزارش‌ها آمار مرگ بالا در کشور را به بیماری‌های حاد تنفسی نسبت دادند و نه به کرونا. همزمان احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های آنلاین خود از وعده‌های عملی نشده مسئولان به کارگران انتقاد کرده. او از نهادهای خیر خواسته که به عنوان نذر سلامت خود و خانواده بخشی از دستمزد کارگران بیکار شده از کرونا را بپردازند. گروهی از هنرمندان ایرانی اعلام کردند که در یک کارزار گروهی به صورت آنلاین آثار هنری خود را تولید و عرضه خواهند کرد. در بیانیه این گروه آمده که این کارزار برای مردمی است که شرایط قرنطینه خانگی و سختی احتیاط در برابر شیوع ویروس کرونا را تحمل می‌کنند. قرار شده که این آثار با هشتگ مشاهیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود. و گروهی از زندانیان از زندان مرکزی شهر سقز در استان کردستان فرار کردند. به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی برای کنترل وضعیت در شهر حضور دارند. یک منبع مطلع به بی بی سی فارسی گفته که زندانیان از وضعیت بهداشتی در بیمارستان زندان ناراضی بودند و درخواست آزادی موقت می کردند. و حالا یک خبر بین المللی مربوط به ایران. 11 سناتور در کنگره آمریکا خواستار کاهش موقت تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا در دوران بحران کرونا شدند. این سناتورهای دموکرات در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشتند در حالی که ویروس کرونا با سرعت در حال شیوع است، دو کشور ایران و ونزوئلا با سیستم بهداشتی بحران زده برای مقابله با این همه گیری دچار مشکل هستند و به رغم اینکه اقلام بهداشتی و درمانی از تحریم مستثنا شدند، اما ارسال این اقلام به دلیل تحریم سیستم مالی دشوار شده است. این 11 سناتور در نامه خود مشکل اصلی ایران و ونزوئلا در مواجهه با کرونا را فساد گسترده، مدیریت نادرست و رفتار مستبدانه حاکمان آن عنوان کردند، اما در این حال تاکید کردند که تحریم ها هم مانع بزرگی است. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک به ما پیوسته. بهمن سلام. کمی اگه ممکنه بیشتر در مورد محتوای نامه این سناتورها برامون توضیح بده. تأکیدشون بر این است که صرف نظر از مدیریتی که در ایران و ونزوئلا رخ داده و کمک کرده به شیوع بیماری کرونا، چون این مدیریت ناموفق بوده و نتونسته با اون سرعتی که باید و شاید جلوی شیوع ویروس رو بگیره، ولی همزمان تحریم‌های آمریکا وضع رو بدتر هم کرده و دولت آمریکا باید در این وضعیت که ایران و ونزوئلا دارن سعی می‌کنن، مخصوصا ایران داره سعی می‌کنه که
با بدتر شدن وضع مقابله کنه، راه و موانع این مبارزه با ویروس رو برداره و این تحریم ها یکی از اون موانع است. مخصوصا اشاره کردن که دست کم لغو بعضی از تحریم ها به صورت موقت یا 90 روزه میتونه کمک بکنه به اینکه دست ایران برای دسترسی به انواع اقسام خدمات پزشکی و دارو و همچنین امکانات دیگر پزشکی بازتر بشه. و همین جهت نامه‌ای که هر 11 تا البته سناتورهای دموکرات هستن نوشته شده به خطاب به وزیر دارایی هست و وزیر خارجه که هر دو اختیار دارن در اینکه بعضی تحریم‌ها رو اگر بخواهند کاهش بدن. البته این در خلأ اتفاق نمیفته. در روزهای گذشته در آمریکا تعداد قابل توجهی از کسانی که مخالف سیاست‌های آقای ترامپ در برابر ایران بودن خواستار این شدن که دست کم اینجا انعطاف از خودشون بده. دولت آقای ترامپ از شورای سردبیری روزنامه نیویورک تایمز اینجا که در یک یادداشتی دو روز پیش تاکید کرد که باید این تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه تا بعضی نمایندگان مجلس آمریکا، نه فقط سناتورها، و گروه‌های نهادهای غیر دولتی فعال طرفدار بهبود روابط ایران و آمریکا همه سعی کردن فشار رو افزایش بدن. و خبرهایی هم وجود داره که کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا هم از دولت آمریکا خواستن که در این شرایط فضای رو باز کنه برای اینکه یه مقداری تحریم‌ها فشارش کاهش پیدا بکنه. ممنون از بهمن کلباسی همکارم که از نیویورک آمریکا با ما صحبت میکرد. نگاهی به سرخط اخبار مهم روز بیاندازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به منظور کمک به مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا یک بسته محرک‌های اقتصادی به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار را امضا کرده. در ایتالیا آمار تلفات روزانه رکوردی جدید ثبت کرده، 919 مرگ در طی 24 ساعت. و در ایران در حالی که آمار شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به بیش از 32 هزار نفر رسیده، از دیروز طرح محدودیت تردد و مسافرت به اجرا گذاشته شده. خب به نیمه راه رسیدیم. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. در ادامه برنامه ابتدا سری به افغانستان میزنیم، میشنویم از تدابیری که دولت این کشور برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا اتخاذ کرده که شامل محدودیت تردد رفت و آمد و تعطیلی ادارات دولتی برای حداقل 3 هفته هست. و بعد سری به آلمان میزنیم و میشنویم که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل مردم رو به صبر و تحمل دعوت کرده و ادامه مقررات و دستورالعمل هایی که ابلاغ شده و گفته که فعلا این محدودیت ها باید پابرجا باقی مونه. البته برنامه هفتگی هفت شنبه رو هم خواهیم شنید. چقدر ماهای روزامون عجیب حال و وضعمون نبود، هوا همو داریم تو قرنطینه با اینکه حوصله‌مون سر میره. برنامه هفتگی علی همدانی رو کمتر از 20 دقیقه دیگر می توانید بشنوید. در افغانستان شماره مبتلایان به ویروس کرونا به 106 نفر و قربانیانش به 3 نفر رسیده است. دولت افغانستان برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از امروز شنبه در کابل محدودیت تردد وضع کرده و تمامی ادارات دولتی را برای حداقل 3 هفته تعطیل کرده است. حکومت از مردم خواسته که بجز برای امور ضروری مانند خدمات درمانی و بهداشتی و امنیتی و خرید مواد غذایی و دارو از خانه‌هایشان بیرون نروند. محدودیت‌های این چنینی بیشتر در هرات، فراه و نیمروز در غرب افغانستان به اجرا گذاشته شده بود. خلیل نوری از کابل گزارش می‌دهد. با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا در افغانستان، دولت این کشور گشت و گذار در کابل پایتخت با جمعیت بیش از 5 میلیون نفر را محدود کرد. بر اساس این طرح تمامی ادارات دولتی در کابل و ولسوالی‌ها به استثنای بخش صحی و امنیتی برای 3 هفته تعطیل شدند و از مردم خواسته شد تا در خانه هایشان بمانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در نشست کابینه آن هم در روز جمعه و تعطیلی عمومی برگزار شده بود، از مردم خواست تا از رفتن به اجتماعات بپرهیزند. اساس طرحی که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان امروز تصویب کرد، از شما با نهایت احترام تقاضا می نمایم که محفل عروسی برگزار نکنید. در جنازه و فاتحه
بیش از دو نفر اشتراک نکنید. به حمام‌های عمومی نروید. به پارک‌ها و محلات تفریحی نروید. مسابقات ورزشی برگزار نکنید. از سرویس‌های شهری استفاده نکنید. گاه‌ها نروید. گشت و گذار بس‌ها در داخل شهر متوقف می‌شوند و رفت آمد با بس از کابل به ولایت و برعکس آن من می‌گردد. محمد یعقوب حیدری والی کابل می‌گوید که رستوران‌ها تنها برای پختن غذا و رساندن آن پشت در منزل باز خواهند بود. شفاخانه‌ها، ادارات امنیتی و فروشگاه‌های مواد غذایی از این امر مستثنا هستند. تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی‌های ولایت کابل با استثنای وزارت محترم صحت عام، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم دید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود. برای حداقل 3 هفته مطابق طرز عملی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری ارائه گردیده رخصت می باشند. در این قسمت اداراتی مثل اداری ولایت کابل، شوروالی محترم کابل و سایر اداراتی که اونها خدمت رسانی میکنن البته فعالیتشان ادامه داره، خصوصا بخش تنظیف. بر اساس این طرح همچنان تمامی فروشگاه ها به جز محلات فروش مواد غذایی و ادویه فروشی ها مسدود خواهند بود. برای اجرایی شدن این طرح دولت افغانستان یک مرکز سوق و اداره را در قصر دارالامان ایجاد میکند. این محدودیت ها از شنبه عملی است. مقام های افغان از مردم خواسته برای تطبیق این طرح همکار باشند. خلیل نوری از کابل گزارش می‌داد. در آلمان مقام‌های بلندپایه به شهروندان آن کشور توصیه کردند که با صبر و بردباری به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که خود به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برد، در پیامی مردم کشورش را به صبر و تحمل دعوت کرد و هشدار داد که هنوز زود است که در مورد تسهیل مقررات و محدودیت‌های اعمال شده در جامعه صحبت شود. مقام‌های آلمان به منظور مهار شیوع ویروس کرونا در آن کشور هفته گذشته با تشدید مقررات و محدودیت‌های وضع شده تماس بیشتر از 2 نفر در مکان‌های عمومی را منع کردند. مرتضی رئیسی خبرنگار مستقل از بن آلمان گزارش می‌دهد. صدر اعظم آلمان در یک پیام ویدئویی که برای مردم این کشور فرستاده تأکید کرده که هنوز بسیار زود است تا بتوان وارد بحث کاهش سختگیری‌ها در برابر ویروس کرونا شد. خانم مرکل گفت تا پیش آمدن فرصتی که در آن بتوان از نشانهای پسرفت شیوع کرونا سخن به میان آورد زمانی طولانی در پیش روست. این اظهارات خانم مرکل که خود در قرنطینه خانگیش به سر میبرد واکنش او به برخی پیشبینی هاست مبنی بر این که در 2 یا 3 هفته آینده از شدت سختگیری ها کاسته خواهد شد. در پی پیام خانم مرکل چند تن از نخست وزیران ایالات نیز به ادامه روزافزون میزان ابتلای به ویروس کرونا و شمار بیشتر کشته شدگان ناشی از این ویروس در نقاط مختلف کشور اشاره کردند و گفتند جای تردید نیست که در وضع کنونی نمیتوان از پایان فشارهای قانونی صحبت کرد. از جمله آمین لاشت نخست وزیر بزرگترین ایالت آلمان یعنی نوردرنگ وستفالی و جانشین احتمالی خانم مرکل به عنوان صدر اعظم هشدار داد که تمام ارقام حاکی از روند فزاینده شیوع ویروس کرونا است و کمترین تعلل در اجرای دستورهای بهداشتی و دوری جستن از اجتماعات کمک در اشاعه بیماری قرن است و قرار است حتی مجازات های سنگینی هم برای این نوع سرپیچی از حفظ سلامت عمومی برقرار شود. وزیر بهداشت آلمان اعلام کرد که این کشور تازه در مرحله آغازین گسترش کرونا است و آلمان خود را برای مراحل دشوارتر آماده می کند. در همین حال مدیر مؤسسه پژوهشی معروف روبرت کوخ آلمان که 24 ساعته ابعاد مسئله را بررسی و دنبال می کند دیروز گفت که آلمان در ابتدای همه‌گیر شدن کرونا است ولی با اقدامات هدفمند در مقابله با آن است. مرتضی رئیسی خبرنگار مستقل از بن آلمان گزارش می‌داد. چشم‌انداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می‌شنوید.
مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران. خب پیام فریده رو براتون بخونم که در تلگرام برای ما فرستاده. در مورد تدابیر اتخاذ شده در ایران نوشته که به نوشته فریده دو ماه دیر اقدام کردند، باید کشور کره جنوبی رو الگو قرار میدادند و از روش اونها استفاده میکردند، اما باز هم خوبه و حتما باز هم تأثیر داره. ممنون از پیام فریده. باز هم در ادامه برنامه از پیام های شما خواهیم شنید. اگر شنونده برنامه ما در روزهای اخیر بودید، حتما ویژه برنامه نوروزی شیرازه رو شنیدید که فصل سومش در حال بازپخشه، فصلی که به گلستان سعدی داده شده و سام فرزانه تهیه کننده این مجموعه. امروز در ادامه نگاهش به سعدی درباره شاهدبازی در ادبیات فارسی صحبت میکنیم. گزارش رو بشنویم. شیرازه، ورقی از گلستان سعدی، شاهدگرایی و شاهدبازی. سلام، سعدی در باب پنجم گلستان که به عشق و جوانی اختصاص دارد در توصیف پسران نوجوان چنین میگوید که شبنم طلویی میخواند: چندان که خوب و لطیف و نازک اندام است، درشتی کند و سختی، چون سخت و درشت شد، چنان که به کاری نیاید، تلطف کند و درشتی نماند. نظر مژگان قاضی راد، نویسنده، درباره معشوق در باب پنجم گلستان این است: معشوق در باب عشق و جوانی یک پسر نوباوه خوشرو هست که نوجوان است و هنوز صفات ثانویه جنسی به طور کامل در او به ظهور نرسیده و وقتی که مردانگی در این پسر نوجوان کاملا بارز میشه، دیگه او جایگاه معشوق بودنش رو از دست میده. پسران نوجوانی که مورد عشق مردان قرار میگرفتند در ادبیات فارسی اسمهای متفاوتی داشتند. یکیش شاهد است. عشق ورزی به آنان هم نامهای فراوانی دارد. در این برنامه ما از دو عبارت استفاده میکنیم: شاهدبازی و شاهدگرایی. آرش نراقی، دانشیار دین و فلسفه در کالج مراویان، تفاوت این دو عبارت را با توجه به ادبیات قدیم ایران اینطور شرح می‌دهد: تفاوت شاهدگرایی و شاهدبازی این بود که در شاهدبازی مناسبات جنسی وجود دارد، در شاهدگرایی اون چه که مقصود اصلیه فضیلت و زیبایی و خیر است، فارق از تمنیات و ملابسات جسمانی. برای توضیح اینکه چه خیر و فضیلتی در عشق یک مرد بالغ به یک نوجوان میتوانست وجود داشته باشد، آرش نراقی ماجرا را تا دوره افلاطون عقب میبرد و از رساله ضیافت این فیلسوف یونانی نقل میکند که دو نوع عشق وجود دارد: عشق عوامانه و عشق آسمانی. در اونجا در توضیحاتی که میده نهایتا میگه که عشق به زنان از جنس عشقهای مادون است، عمدتاً عشق به تن است، عمدتاً برای تولید مثل است، فضیلتی درش وجود نداره. حالا عشق نوع دوم که آسمانی خوانده می شده چه بوده؟ این فرهنگ مردسالارانه که فضائل رو به مردان نسبت می داد و خصوصاً در صحنه های جنگ و نبرد یا در صحنه های سیاست ورزی در عرصه عمومی، جاهایی که رشادت، جاهایی که پیشتازی و رهبری موضوعیت داشت، در دل این فرهنگ البته روابط عاشقانه اصیل و راستین هم منحصر می شد به روابط میان مردان. چرا؟ برای که در این فرهنگ مردان مهمترین نمادهای انسانیت و فضائل به شمار می رفتن. آقای نراقی می گوید که روابط جنسی بین مردان همچنین بخشی از فرهنگ جنگجویانی بوده که به سرزمین‌های ایرانی لشکرکشی می‌کردند. چون اینا مدت‌ها از خانواده‌شون به دور بودن، دسترسی به زنان نبوده، بخشی از زندگی نظامی هم چیزایی رو با خودش داشته. این فرهنگ وارد جامعه شده، این رفتار شایع بوده، اما
تئوری که برای توجیه اینا داشتن به نظر من میاد که بخش زیادیش برمیگرده به فرهنگ یونانی. البته و خود عرفای ما خصوصا در شاخ و برگ دادن و تنقیح تئوری البته مؤثر بودن. سیروس شمیسا در کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی می نویسد فلاسفه و سپس عرفای ایرانی درباره عشق میان مردان حرف زدند. آقای شمیسا نوشته در آثار فارابی و ابن سینا که مستقیماً با فلسفه یونان سر و کار داشتند از عشق پاک بین مردان سخن رفته است. سیروس شمیسا که از استادان ادبیات فارسی است در این کتاب تکه‌ای از رساله عشق ابن سینا را نقل کرده که در آن آمده بوسیدن و در آغوش کشیدن قبول است اما عمل جنسی نه. حکایتی از باب پنجم گلستان بشنویم. در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی سری و سری داشتم، به حکم آن که حلقی داشت طیب الادا و خلقی کل بدر ازا بدا. شاهد منظور نظر سعدی صدای خوشی داشته و صورتش چون ماه شب چهاردهم بوده که در حال طلوع است. اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او در کشیدم و مهره برچیدم و گفتم برو هر چه می بایدت پیش گیر. سر ما نداری سر خیش گیر. شنیدمش که همی رفت و می گفت شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر. اما به شکر و منت باری پس از مدتی باز آمد. آن حلق داوودی متغیر شده و جمال یوسفی به زیان آمده و بر سیب زنختانش چون به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته. متوقع که در کنارش گیرم. کناره گرفتم و گفتم آن روز که خط شاهدت بود صاحب نظر از نظر براندی. این بار این سعدی است که برای شاهد خوش صدا و خوش ادای دیروز که اکنون رونق بازارش شکسته ناز می کند. تازه بهارا ورقت زرد شد، دیگ منه کاتش ما سرد شد. پیش کسی رو که طلب کار توست، ناز بران کن که خریدار توست. آیا با چنین حکایتی که سعدی از زبان اول شخص هم روایت کرده میتوان گفت که این شاعر همجنسگرا بوده است؟ پاسخ مهدی جامی نویسنده را بشنوید. اون چه ما در سعدی داریم میبینیم و در بیشتر نویسنده ها و متنای این دوره و قبل از این هم جنسگرایی نیست، بلکه یا دو جنسگرایی هست، یعنی این مردان با زنان هم رابطه دارند، یا بچه بازی هست، یعنی چیزی که در دوره ما مذموم شمرده میشه. آرش نراقی هم تأکید میکند شاهدگرایی و شاهدبازی هیچ کدام با چیزی که ما امروز به نام همجنسگرایی میشناسیم یکی نیست. او همجنسگرایی را پدیده‌ای مدرن میداند که افراد بر اساس میل جنسی خود تقسیم بندی میشوند، اما در گذشته ماجرا فرق داشته. اونی که مبنای تقسیم بندی نزد گذشتگان بود و شما در آثار سعدی خصوصا میتونید ببینید، از جمله منابعی که این رو نشون میده این بود که در مناسبات جنسی شما چه نقشی ایفا میکنید. آقای نراقی میگوید که پس عمل جنسی یک ایدئولوژی قدرت و منزلت نهفته بوده. یه دلیلش هم برمیگشت این فرهنگ ها عمدتا فرهنگ هایی بودن که زنان درش موقعیت های حقیری داشتند. زن بودن به اصطلاح با مجموعه از رذایل همراه بود است و البته مردی که اجازه میداد که موضوع دخول جنسی قرار بگیره در واقع خودش رو به مرتبه زنان فروکاسته بود و این البته در جامعه مردسالار تحمل نمیشد. او میگوید ضمن توجه به جنبه های ارزشمند آثاری مثل گلستان باید در بخش هایی از آن با دیده انتقاد نگریست. یکی از جنبه های بسیار
ناپسند و دلگزایی که من در آثار سعدی میبینم همین عشق ورزیدن و مقازله ورزیدن های جنسی با کودکان و نوجوانانه. این یه رسم بسیار مشمئز کننده و ناپسندی بوده در میان گذشتگان ما که گرچه سنت ادبی بوده ولی سعدی رو باید تقبیح کرد به خاطر اینکه در آثار خودش از این مناسبات یاد کرده با لذت و با تحسین. آرش نراقی میگوید حتی اگر جاهایی سعدی منظورش شاهدگرایی بوده و نه شاهدبازی، باید باز هم با دیده انتقاد به آن نگاه کرد. اگر بخواهید نمونه‌های از شاهدبازی یا شاهدگرایی را در آثار دیگر شاعران کلاسیک ایران بخوانید، می توانید به کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی نوشته سیروس شمیسا مراجعه کنید که البته از بازار کتاب ایران جمع شده است. در نقد این کتاب آرش نراقی میگوید که نویسنده فرقی بین شاهدگرایی و شاهدبازی نگذاشته. کتاب از این جهت خوبه که برای اولین بار به شکل مفصل این موضوع رو مورد توجه قرار داده، اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، گرچه به نظرم ساختار تئوریکش و تحلیل این داده‌ها پخته نیستش و خوب بود که این کتاب مجال انتشار وسیع‌تر پیدا می‌کرد و مورد نقد قرار می‌گرفت. برنامه بعدی ما درباره آموزش در گلستان سعدی است. این برنامه به موسیقی فرج بالفکن مزین بود. من سام فرزانه تهیه کننده این برنامه از معصومه ناصری تشکر می‌کنم. این هم برنامه شیرازه بود، شاهدبازی در ادبیات فارسی، کاری از سام فرزانه. بنفشه در فیسبوک نوشته ایران هم باید برای ابعاد بعدی کووید 19 خودش رو آماده کنه، شوخی بردار نیست، تبلیغات رو باید چرخوند به سمت در خانه ماندن و فروش اجناس آنلاین. و همینطور علی در تلگرام نوشته که این چند سناتوری که خواستار رفع تحریم‌ها برای مدتی شدن این موضوع رو در نظر نگرفتن. رژیمی که به جای دریافت کمک اقلام و کالاهای پزشکی از کشورهای اهدا کننده پول میخواد، با رفع کوتاه مدت تحریم‌ها چه خواهد کرد؟ ممنون از پیام‌هاتون. سری به دنیای ورزش بزنیم. اخبار ورزشی امروز رو کاوه مشکات تهیه کرده. لیگ برتر فوتبال انگلستان گفته برای جبران خسارت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا مجبور هست تصمیمات سختی بگیره. در بیانیه‌ای که سازمان لیگ برتر فوتبال انگلستان، سازمان لیگ فوتبال این کشور و اتحادیه بازیکنان فوتبال انگلستان دیروز منتشر کردن، در واقع گفته شده که این سه نهاد دارن با هم همکاری میکنن و تلاش میکنن که راه حلی برای شرایط موجود پیدا بکنن. لیگ های انگلستان، لیگ برتر فوتبال انگلستان، دسته قهرمانی و همینجور دسته های پایین‌تر تا 30 آوریل یعنی یک ماه آینده تعطیل هستند و در واقع تعلیق شدند. ولی به نظر نمی‌رسه با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بریتانیا به وجود اومده و گسترش این ویروس و بالا رفتن آمار مبتلایان، تا اون زمان یعنی تا یک ماه دیگه تیم‌ها و همینجور شرایط کلی برای بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان و همینجور سایر بازی‌ها فراهم بشه. وضعیت فعلی شرایط رو برای بسیاری از تیم‌ها و باشگاه‌ها سخت کرده، به خصوص باشگاه‌هایی که در دسته‌های پایین‌تر قرار دارن، به خاطر اینکه اونها منبع اصلی درآمدشون از طریق فروش بلیت هست. یوفا هم گفته که تکلیف لیگ‌های مختلف در کشورهای اروپایی باید تا 30 ژوئن یعنی ده تیر مشخص بشه و همین مسئله شاید وضعیت رو برای تیم‌ها هم سخت‌تر می‌کنه. حالا باید ببینیم که تیم‌ها، به خصوص تیم‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان، برای فرار از در واقع خسارتی که در حدود 762 میلیون پوند برآورد شده
چه کار میتونن بکنن، خسارتی که بخش عمده اون بحث حق پخش تلویزیونی هست، با توجه به شرایط فعلی در انگلستان و گسترش ویروس کرونا بعید به نظر میرسه که لیگ برتر فوتبال انگلستان و همچنین سایر لیگ ها بتونن فصل رو در زمان مشخص شده به پایان ببرن. این هم اخبار ورزشی. پایان بخش این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز برنامه هفتگی علی همدانی است. هفت شنبه. صبح بخیر. یه بار دیگه دوباره ما قرنطینه ایم تو خونه، سرمون رو گرم کنیم ما حالا به هر بهونه. این دنیاست، کاری هم به کسی نداریم، راه خودمون رو میریم، تو خونه هامون میشینیم تا اصلا کرونا نگیریم. چقدر ماهای روزامون عجیبه، حال روزامون نمو، هوا هوا داریم تو قرنطینه، با اینکه قسلمون سر میره، خیلی میخوام تموم بشه حال این روزامون. وقتی بریم مسافرت بد میشه آقا، کرونا بیشتر میشه. روز همه شما شنوندگان عزیز بخیر. با این ترانه از دنیا، ترانه که در واقع مینی ترانه درست کرده دنیا در مورد اصلی که در تاریخ قراره بهش بگن دوره کرونا، دوره که از سیاست گرفته تا ترانه همه شده کرونا، نشون به نشونه ترانه بابا کرم از گروه اپیکور. بابا کرم در خوابشم نمیدید کرونا رو، خود بابا کرم رو میگن. بابا کرم میخواد دلو میکشه به دندون، بابا کرم میخواد جوری که همه بگن جون، بابا کرم میخواد که دوباره به لرزونه، جوریه و خفم میاد که همه کف کنن برن خونه. میریم رو به تعطیلات، یعنی میریم یه جا پلاس شیم، میگم میشه شمالو ترجیدات، تو میگی خزه با کلاس شیم، طبق معمول همیشه هم که رو مخده برداری لباس شیم، میشی مثل همه قرنطینه، با این اوزا الان میره وگاس کی ترو جمع تلون، هر کی واسه خودش یه جا ولون، خانم میره اتاق عملو میاد و بحچه میبره دلو، اینجا همه دیگه بی خیال نچرا، فقط تو سک و سینه شمال و جوش با نوشا برو نیستن تو بلن و هلووی نه. سه تا دیگه بگو بیان، دوست داری سیبیلا دیگه کیان، فرقی نداره با چی بریم، اینا پا میدن حتی با جیان، سفید و سیان تو تا بورن بگو بیان، تو هم باز بدی تکون. بابا کرم میخواد دلو میکشه به دندون، بابا کرم میخواد جوری که همه بگن جون، بابا کرم میخواد که دوباره به لرزونه، جوریه و خفن میاد که همه کف کنن برن خونه. رفع جم سری الان تکون میده بندری، موزیکو تو بده بلوم باس، میاد دفعی سیسکو پل خاص، الان کردان موده همه بیان بریزیم به پاچیم که مودمه، اینا یه رو تو پیچن و یه رو کنه، هرچی میریزه بازم بهش بگو کمه. بابا کرم میخواد دلو میکشه به دندون، بابا کرم میخواد جوری که همه بگن جون، بابا کرم میخواد که دوباره به لرزونه، جوریه و خفم میاد که همه کف کنن برن خونه. یکم بریم تو خوشی با این ترانه سعید محمدی، ترانه که قبل از دوره کرونا منتشر شد و از قلم جا افتاد. سعید دمش کرد، همیشه هوای ترانه هاش تازه است. کیف کنید. ماریا مگدالنا دیلالا کوچلا دیلالا کوپلی کو 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 ماما یه
بره خوشگل بندر در پیش بازر زیبر عاشقاش دیوونه میشن راهی میخونه میشن عباره 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 خوشگل دختر دلمو 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 دل میکشه امشان میریم با بچه همون لب بندر وای بزن و بگو و برس و بخون به عشق دختر عباره 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 امشان تو بندر دلمو 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 دل میکشه امشان میریم با بچه همون لب بندر بزن و بگو و برس و بخون به عشق دختر تو بالا کن داره سرت بگردون کن پریشون زینه به لرزون دست تو بالا کن داره سرت بگردون ترانه غریبه رو هم بشنوید با صدای جاستینا از کجا میای غریبه من تو رو میشناسم چیه اسم تو بگو همین راست دستامو بگیر و ببر من و سمت واقعیت خستم از این خواب بیرم یادت دست از سر من بر نمیداره شاید میخوای برگردی دوباره نظار انتظارت منو از پا در بیاره داره یادم میره غم چه شکلی داره از بس خودم شبیهشم جای ما رو باید با هم عوض کرد مثل سراب کاش بسازی خراب این سفر بی تو محال دار من ندارم ترس غریب دشمنم به من نزدیک آشنایی شروع دل کندنه و یادی از گذشته میدونم خیلی ها دوست داشتین برین سفر نشده برای من سفری که میخوام ازش حرف بزنم فعلا مثل رویاست سفری به دریا کنار با صدای همیرا ترانه دریا کنار تا هفته بعد میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگی آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگی میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگه آخ میدونم از سبز زار علی حمیدانی بود با برنامه این هفته یه هفت شنبه با ما باشید تا ثانیه های دیگر ساعت دوم چشم‌انداز بامدادی را با خبرهای جهان ادامه میدهیم عاشقی جنگل و اون نم نم بارون دلم هر جا باشم بیشه